اوبونتو لینوکس چیست و چه برتری های نسبت به ویندوز دارد؟ از احسان مگیا در خدمت شما هستم. 6 برتری لینوکس اوبونتو نسبت به ویندوز 10. برتری اول، آپدیت سیستم عامل و نرم افزارها. شرایط را تصور کنید که روی میز کار خود نشسته اید تا کار را بر روی کامپیوتر شخصی خود انجام دهید و درست در همین هنگام که به مرحله مهم کار خود میرسید پنجره ظاهر میشه که از شما میخواهد ویندوز خود را آپدیت کنید. در این هنگام اگر کاربر دقیق باشد و به امنیت سیستم خود اهمیت دهد، گزینه آپدیت ویندوز خود را انتخاب میکنید و سپس مجبور میشه سیستم را ریستارت کنید. پس از گذشت 10 دقیقه و سپری شدن مراحل و آپدیت، این بار یکی از برنامه های مانند برنامه اپل از شما میخواهد که نسبت به آپدیت اقدام کنید، همانطور که در تصویر مشاهده میکنید. این شرایط آزار دهنده است. این مشکل به این دلیل رخ میده که ویندوز به طور جداگانه آپدیت میشه و برنامه ها نیز هر کدام به صورت جداگانه باید آپدیت شوند و همین دلیل است که برای برنامه های متفاوت پنجره های ظاهر میشه که کاربر را به سمت آپدیت برنامه تشویق میکنه، که این امر باعث مزاحمت و سردرگمی کاربران در ویندوز میشه تا جایی که بسیاری از کاربران آپدیت برنامه ها را خاموش میکنند. اما اوبونتو متفاوت است و همه چیز در یک بخش مجزا انجام میشه که این بخش مدیریت آپدیت سیستم عامل و برنامه ها را به عهده دارد. بنابراین شما میتوانید تمام آپدیت های خود را از یک بخش مدیریت کنید. این روند باعث میشه تا مزاحمت های پنجره هایی که برای درخواست آپدیت میکنه از بین برود و کاربران دلیلی برای خاموش کردن آپدیت ها نداشته باشند، که این به این معناست که سیستم شما امن‌تر و بروزتر باقی خواهد ماند. برتری دوم، امنیت کامپیوتر. ویندوز چندین قابلیت ویژه جهت بهبود امنیت سیستم دارد، اما هیچ شکی نیست که اوبونتو سیستم عامل امن‌تری نسبت به ویندوز است. حساب‌های کاربری در اوبونتو نسبت به ویندوز از دسترس‌های کمتری برخوردار است، که به این معناست که اگر شما بخواهید تغییری در سیستم به وجود آورید، مانند نصب یک اپلیکیشن و غیره، و برای انجام او لازم است تا رمزعبور خود وارد نماید. این در حال است که در ویندوز چنین شرایط وجود ندارد. بنابراین اجرای نرم افزارهای مخرب یا ویروس در اوبونتو به مراتب سخت‌تر از ویندوز است. اوبونتو همچنین نسبت به ویندوز محبوبیت بسیار کمتری دارد، یعنی که روی کامپیوترهای کمتری نصب است. بنابراین کسانی که به تولید ویروس های جدید مشغولند اهمیتی به آن نداده و برای نوشتن بدافزار برای اوبونتو زحمت به خود نمیدن، که این خبر بسیار خبر خوبی برای کاربران سیستم عامل محسوب میشه. همچنین بسیاری از هکرها و سازندگان ویروس خود از شاخه های لینوکس نظیر اوبونتو استفاده میکنند. بنابراین اگرچه اوبونتو غیر قابل نفوذ نیست، اما احتمال بسیار کمی برای آلوده شدن سیستم شما به ویروس وجود دارد. به طور کلی ویروسی شدن سیستم عامل اوبونتو بعید است، اما غیر ممکن نیست. به همین دلیل باید همواره از آنتی ویروس بر روی سیستم استفاده کنید. برتری سوم، سفارش سازی دسکتاپ. ویندوز 10 امکانات بیشتری نسبت به نسخه های قبلی در قسمت سفارش سازی در اختیار کاربرا گذاشته، اما همچنان قابلیت های سفارش سازی در ویندوز قابل مقایسه با اوبونتو نیست. سفارش سازی در ویندوز به انتخاب تصویر زمینه و تغییر رنگ منوها محدود میشه، اما در اوبونتو تمام زوایای دسکتاپ را با آسانی می توانید مطابق سلیقه خود تغییر دهید. اگر می خواهید دکمه های مربوط به ویندوز در سمت راست صفحه قرار بگیره یا آیکون ها و فونت های ویندوز را تغییر دهید، هیچ محدودیت وجود ندارد و با سادگی تمامی اینها امکان پذیر است. برتری چهارم، منابع سیستم. هر کسی توانایی خرید یک سیستم قدرتمند را ندارد، بنابراین ممکن است برخی کاربرا توانایی نصب و استفاده از آخرین سیستم عامل ویندوز را نداشته باشد، اما آخرین نسخه اوبونتو به سیستم چندان قدرتمندی نیاز ندارد. در یک تست اوبونتو و ویندوز 10 همزمان برای یک سیستم نصب شدن و همونطور که نتایج را در تصویر مشاهده میکنید، ویندوز 10 تقریبا دو برابر اوبونتو رم مصرف کردن. با این حال از اون جایی که سیستمی که تست در آن انجام شده از رم 8 گیگابایتی برخوردار بودن، ممکن است این میزان مصرف چندان تفاوت ایجاد نکنه. اما اگر سیستم شما به طور مثال 2 گیگابایت
دم داشته باشد، پیش از شروع برنامه های کاربری 60% رم شما در اوبونتو مصرف خواهد شد و این رقم در ویندوز 10 به 90% می رسد. حتی اگر سیستم شما منابع کمتری از اون چیزی که گفته شد نیز داشته باشد، باز هم در این حالت می توانید از نسخه های سبکتری لینوکس و اوبونتو استفاده کنید که منابع به شدت کمتری مصرف می کند. برتری پنجم، محیط زنده. اگر تا کنون از ویندوز استفاده نکرده اید و قصد دارین این سیستم عامل را امتحان کنید، باید قبل از هر چیزی ویندوز را روی سیستم خود نصب کنید. این امر میتونه باعث برخی مشکلات نظیر از دست دادن اطلاعات و داده ها شود. و ویژه اگر مدت بعد بخواهید مجددن ویندوز را حذف کنید، اما شرایط در اوبونتو به این شکل نیست. در اوبونتو و بسیاری از توزیعات لینوکس شما می توانید ایمیج رو روی CD رایت کنید یا از USB بود کنید. به همین طریق با یک نسخه تمام و کمال از اوبونتو دسترسی داشته باشید. بنابراین بدون نیاز به نصب می توانید از تمام امکانات این سیستم عامل استفاده کنید. اگر هم اوبونتو را نپسندیدید، به سادگی با ریپورت کردن سیستم می توانید به سیستم عامل قبلی خود بازگردید. برتری ششم، رایگان است. اوبونتو 100% رایگان است و یک سنت هم برای شما خرج بر نمی دارد. اما شما برای استفاده قانونی از ویندوز باید پول خرج کنید. برای مثال اگر بخواهید نسخه هوم ویندوز 10 را خریداری کنید، باید مبلغ حدودای $120 هزینه کنید و قیمت نسخه پروفشنالش حداقل مبلغ $200 هزینه کنید. این مبلغ برای یک سیستم عامل به نظر زیاد است. چرا به جای پرداخت آن آخرین نسخه اوبونتو را به صورت رایگان دانلود نکنید؟ در مجموع هم ویندوز 10 و هم اوبونتو سیستم عامل های فوق العاده ای است و هر کدام نقاط ضعف و قوت خود را دارد و چه قدر خوب است چنین انتخاب های پیش روی ما قرار دارد. ویندوز در مقابل اوبونتو کدام یک را ترجیح می دهید؟ دوستان نظرات خود را در کامنت با ما شریک سازید. تشکر.